اگه هزار بار بهت بگم دست از سرم بردار، باز وای میسی نگام میکنی. میدونم. همونطور که نگام میکنی، ساعتها، روزا، ماها و سالها از پی هر دومون میگذرن. میگذرن. ولی من و تو دیگه هیچ وقت در کنار هم قرار نمیگیریم. واسه دور شدن از تو هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. دیگه پیشت نمیام. سر راد قرار نمیگیرم. واسه اینکه ازم متنفر بشی هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. من چی کاری کردم ها؟ چی کاری کردم؟ چی کار کردم که با من کاری کردی؟ بلم کن، فهمیدی؟ بلم کن. دیگه تعقیبم نکن. کرم لطفاً. بلم میکنی؟ ها؟ جواب بده. خیلی خوب باشه. بلم کن. بلش میکنم. اگه یه بار دیگه بیای اینجا، اگه یه بار دیگه تعقیبم کنی، خیلی خوب خیلی خوب، فقط بلم کن، دیگه نمیام. بلم کن زینب، دنبالم نیا، به هم زنگ نزن، نپرس، سر رام قرار نگیر، از من به تو خیری نمیرسه. من تنهام، آدم بدیم، پرخاشگرم، غیر از خودم کسی دیگه ای رو دوست ندارم، کسی رو به خلوتم راه نمیدم. تو هم دیگه نیا پیشم، نیا زینب، نزدیکم نشو، از من فاصله بگیر، اصلا به هم نزدیک نشو. چطوری دختر دهاتی؟ از گلا خوشت اومد؟ با اون گلا نمیتونی گولم بزنی جونم. مال تو نیست جونم، مال دوست دخترمه. سلام. خیلی ممنون. خواهش میکنم عزیزم. زینب وایسا ببینم. چیه ها؟ چیه؟ چیه زینب زینب میکنی؟ اینو تو باید بگی. این چه رفتاریه؟ من حرفی واسه گفتن ندارم. زینب، بعد از سینما چه اتفاقی افتاد؟ ای زینب، کرم باها چی کار کرد؟ به هم بگو. اسم کرمو نیار، فهمیدی؟ دیگه اسمشو پیش من نیار. خیلی خوب، نمیارم. یه چیزی بپرسم؟ بپرس. تو دعوا کردی؟ نه. چطور؟ یعنی صورتت جای خورده، زمین خوردی؟ آره زمین خوردم. دیگه کشش نده عزیزم. خیلی خوب عزیزم، دیگه چیزی نمیگم. باش. ببخشید، کم مونده بود بزنم پای تو رم بشکنم. ببخشید رفیق. آره یه چیزی تو همین مایا. دیگه تکرار نشه. امیدوارم که نشه. دیگه نمیشه. بریم. اینطوری شد دیگه. این پسره دیوونه است؟ واسه چی الکی بهت گیر میده؟ نمیدونم. خیلی ببخشید، تقصیر تو هم هست. واسه چی را افتادی دنبالش؟ میشستی سر جات؟ ولی نه، حتما باید میرفتی. خب من از کجا میدونستم اون دیوونه اونطوری میکنه؟ ها؟ من فقط رفتم باش حرف بزنم ببینم چی شده. زینب،
تو نمیدونی کرم واسه چی این کارا رو میکنه؟ نمیدونم، نمیخوامم بدونم. هر کاری میخواد بکنه. من دیگه از این به بعد نه سر راش قرار میگیرم نه باش حرف میزنم. احمق بیشور. زینب باریش داره میه، چیزی بهش نگو. باشه باشه، فعلا من میرم میبینمت. چطوری عزیزم؟ بد نیستم. باز دوباره کی ناراحتت کرده؟ بگو ببینم. هیچ کس. یعنی میدونی همون چیزای همیشگی دیگه. میخوای یکم با هم صحبت کنیم؟ تو که تمام روز توی بیمارستان کار نداری؟ فکر نمی کنم. مراد گفته بود میریم بیرون. حالا خبرشو بهت میدم. باشه. یه چیزی میخواستم بگم. صبح تونستی با زینب حرف بزنی؟ روحیش چطوره؟ خیلی هم بد به نظر نمی اومد، اما چیزی هم نگفت. هیچی؟ تازه اگه تایفون نمیرسوندش خونه اونم نمیگفت. درست عین خودته. چه ربطی داره؟ خب تو هم اینطوری، وقتی ناراحتی از زیر زبونت به زور حرف میکشم. خب میدونی این اواخر روحیش خیلی به هم ریخته بود، همه چی با هم پیش اومد، حالش بهتر میشه. من این ورم آخانیم. کاش میومدی پیش من، من تا یک بیدار بودم. چه میدونم، نخواستم مزاحمت بشم. شوخی میکنی ها؟ خب میدونم مزاحمت تو نمیشم، ولی فکر کردم شاید خاله بهیجه عصبانی بشه. اون حواسش به کار خودش باشه. تو واسه چی از دست خاله بهیجه عصبانی هستی؟ قضیه عمو که میدونی یکم فکرمو مشغول کرده همین. البته یکم هم نه، واقعا فکرمو مشغول کرده. میدونی که آخرین بار اصلا نمیخواست برم عمومو ببینم. آره. حالا که قضیه نارام پیش اومده حسابی. یه دقیقه، نالان کی؟ که گفتم بابا رفتم پیش عموم، یه زن اومد اونجا، یادت نیست؟ آخ اونو یادم رفته بود، ببخشید. یعنی چون چیزی راجبش نگفتی منم دیگه پیش رو نگرفتم، همین. بعدن در موردش حرف بزنیم ها، الان یکمی بی‌حوصله‌ام. باشه، ولی بعدن باید بهم بگی. باشه، بعدم بهت میگم. فقط اینکه عموم بیگانه نیست، اینو میدونم. برو تو. جانم برو تو. شوخی میکنی؟ نه خیر، برو تو. باشه. چیه؟ چی کار میکنی؟ چی از جون زینب میخوای؟ به تو چه؟ یعنی چی به تو چه؟ زینب دوست صمیمیمه. باران، با این حرفا میخوای حرفا به کجا بکشونی؟ من خیلی خوب میدونم چی کار میکنم، میدونم چرا بهش میتوپی. راستش باران جان، من به هیچ کس نتوپیدم. تو عاشق اونی، دروغه؟ دروغه، فهمیدی؟ دروغه. اگه یه بار دیگه از این حرفای مسخره بزنی اون وقت من بگم مثلا چی میشه؟ چی میشه؟ نابودت میکنم. اینا مال قبلناست، دیگه هنوز رنگی نداره. می‌بینیم. بعد یهو اونطوری از سینما زد بیرون. اصلا نفهمیدم چی شد. برم دنبالش یه جوره، نرم یه جوره، نمیدونم. خوبیش توضیح بهت نداد؟ نه نداد. ولی عصبانیم و عصبانی. چی میگی تو؟ میگم از زینب عصبانیم. معلوم نیست چی کار کرده دوباره آرامش اونو به هم زده. من اگه جای تو باشم گوششو میکشم. حتما این کارو میکنم. شت. نمیدونم تو سینما با کرم چی کار کردی، ولی آرامشمونو به هم زدی خانوم. با تو هم. اینجا رو ببین. دیدم. چیه؟ چیه؟ میگم من و کرم یکی هستین. آره میدونم، شما فوق‌العاده این. با همین همه چی رو با هم انجام میدین مگه نه؟ اگه آرامش من و کرم رو به هم بزنی همچین اتفاقی نمیفته.
ضمن من کاری نمی کنم، کرم به من گیر میده، ولی از این به بعد اینطوری هم نمیشه دیگه، هیچ وقت سراراتون قرار نمیگیرم. افتاد؟ خوشحال شدی؟ عالیه. حالا اون تحفه طلا تو بذار ور دلت. باشه عزیزم. چطوری برادر من؟ خوبم داشت کرم، چه خبر؟ سلامتی. چی شده؟ چی شده؟ صورتتو میگم. ها ها ها، چیزی نیست بلش. بازم همون کرم سایر سابق. دقیقا. خیلی خوب، راحت باش. زنگ تفریح باهات حرف دارم. باشه. چیزی شده؟ چی شده؟ برگرد بعدم میگم. بله. سلام عزیزم، چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم، منم خوبم. از دستم عصبانی نیستی؟ نه عزیزم، مگه میشه از تو عصبانی باشم؟ منم همین فکر رو میکردم. یعنی اگه به فکر صلاح ملیس نباشم. میدونم، میدونم. اول صلاح منو میخواستی، الانم صلاح ملیس رو میخوای. یعنی این همه اصرارت واسه مدل شدن به همین مربوط میشه، مگه نه؟ همینطوره. وگرنه اصلا تصمیم نداری منو تحت فشار قرار بدی. نه عزیز من، چه ربطی داره؟ از چه ساعتی میای؟ نمیتونم بیام، مریضم. مطمئنی؟ ببین اگه بعدن بیرون جایی ببینمت کلامون تو هم میره. نمیبینی چون تو خونه خوابیدم. خیلی خب، پس تو به استراحتت برس، من بعدن دوباره با تماس میگیرم. شوخی میکنی؟ یه نگاه به قیافم بنداز ببین من شوخی دارم. وای، یعنی میگی کرم سایر سابق برگشته؟ آفرین جان، یواش یواش داری یاد میگیری. فقط حرفای استاد جهانو که یادت نرفته؟ یادتی که دوتایی بالای این پله ها با زینب که حرف میزنین تو حرفای جنتلمنانه ای بهش گفتی؟ میدونم، بله، همشو خوب یادمه. بس حالا این دیگه چیه؟ حالا هرچی، تو با من هستی یا نیستی اینو بگو. ای داده بیداد، من که همیشه هستم. وای، ما رفیق نیمراک نیستیم، همیشه و همه چه باهاتیم. خوبه، پس اولین تفریحمونو تعیین میکنم. بفرمایید آقا. آذری؟ البته. او آن ما نباران تو اسکاچی آن ما نباران. چی شد؟ رفیق گرما به و گلستان، همیشه و همه جا. رابیو یه قهوه لطفا. تو باریشو ندیدی؟ نه ندیدم. صدات باریشو ندیدی؟ یکم پیش تو کلاس بود، الان نمیدونم. پس اینطور، ممنون.
تو پسر علی هستی؟ شما از کجا میشناسید؟ از کجا میدونید؟ بعدن با هم تماس بگیر باشه. باریش من و بابات همیشه با هم. میدونی خیلی شبیه باباتی. ما عاشقم. تو چطوری اومدی تو؟ کنار لطفا باش. لطفا باش. باریش. نه بله. چی کار میکنی؟ چرا نیومدی بیرون؟ زینب من باید برم الان. کجا میخوای بری؟ بهت میگم، قول میدم بعدم بهت بگم، باشه؟ خب چطوری میخوای بری؟ از مدیر اجازه میگیرم، یه کاریش میکنم. بیخیال، حالا بعدم میبینمت. خب بگو چی کار کرده؟ مگه باران چی کارت کرده؟ تو چه؟ داداش یکی دیگر رو بگو بیارم، ایالا رو بگو، اجر رو بگو، دیلان رو بگو، ولی بهم نگو باران رو بیارم. ولی گفتم کرم، باران دوست دختر منه. مگه تو از من پرسیدی؟ ها؟ گفتی میخوام با این دختر دوست بشم، اصلا ازم پرسیدی؟ اجازه گرفتی؟ خیلی خوب کرم، یکی دیگر رو بگو بیارم، باران نمیشه. یعنی چی؟ ها؟ یعنی چی نمیشه؟ من کیم؟ بگو کیم؟ کرم سایر بارتی بیلم کن. ساکت شو، بشینم اینجا، بشین. چیه کرم؟ چی میخوای؟ اینو به وقتش میفهمی. یا میخوای زایم کنی یا میخوای سرمو زیر آب کنی. شایدم انقدر پس فدرت شدی که بشین. میخوای کتکم بزنی. در شأن من نیست. میدونی که من دستمو به این چیزا آلوده نمیکنم. آره میدونم، تو مافیای بزرگی، تمام کاراتو میدی سگات انجام بدن. خب پس این دفعه خودت ببین کار بدمو کی میخواد برام انجام بده. خوش اومدی آقای جان. دوباره سر رام قرار میگیری؟ گنده تر از دهنت حرف میزنی؟ نمیخوای جواب بدی؟ خیلی خوب، آستینشو بزنیم بالا. پس این به بعد هر وقت به دستت نگاه کنی یاد من میفتی. جان، جان. بفرمایین. باران نیومده؟ چرا اومده استاد؟ من برم دنبالش؟ لازم نیست، بشین سر جات. جهان؟ بله عزیزم، تویی؟ منم عزیزم. خوش اومدی. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده. جدان؟ آره، من دیشب منتظرت بودم، یا بهتر بگم من و میلیس دیشب منتظرت بودیم، ولی منم فکر میکردم یک شنبه برمیگردیم، ولی نشد، امروز تونستیم برگردیم. بسیم رسوندت؟ یعنی تا جلوی در گذاشته رفت. خب بذار بهش زنگ بزنم بیاد یه چایی قهوه چیزی بخوره بعد بره، این همه راه تا اینجا آوردتت. نمیخواد زنگ بزنی، لازم نیست، ولش کن. باشه هر طور تو بخوای. کار داری؟ یه سر میرم مدرسه. چرا پرسیدی؟ پس یعنی کلاس داری؟ نه گفتم برم که ببینن اومدم. خب حالا نبینن. چرا؟ خب میگم امروز با هم بریم بیرون یه چیزی بخوریم، با هم یه دوری بزنیم، قدم بزنیم، چه میدونم. خیلی دلم برات تنگ شده. واقعا میگی؟ واقعا خیلی دلم برات تنگ شده. خب پس من لباسمو عوض کنم بریم. باشه؟ باشه، من حاضرم، منتظرتم. باشه. باریش، مگه تو مدرسه نداری؟ این ساعت اینجا چی کار میکنی؟ مگه نمیشه از مدرسه زود زد بیرون؟ باشه، پس اینطور بگیم. ببین، من از چیزای غیر منتظره اصلا خوشم نمیاد، یعنی از این به بعد اینو یادت باشه. باشه، بعد از تو رفتم ملاقات همون.
خب؟ گفت سال هاست که خبری ازت نبوده، یهو سر و کلت پیدا شده. دیگه؟ دیگه این که وقتی هیچ خبری ازت نبوده، حتی یه بارم نرفتی ملاقاتش، این همه سال ندیدیش، چی شد که یهو اون روز اومدی؟ توضیحی داری؟ معلومه که دارم، اما اینطوری سرپا نمیشه. ببین چی میگم، تو اینجا منتظر باش، من برم کیفمو بردارم بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم. باشه؟ باشه، الان برمیگردم. دمت. با آقای جم صحبت کردم، از کارات خیلی راضیه، گفت از این به بعد نرگس نیاد، دمت واسه انجام کارا بیاد. دستش درد نکنه، ولی من خیلی مایل نیستم برم خونه آقای جم. چرا؟ نمیدونم، ولی حس خوبی ندارم. آی دمت جان، ببین آقای جم خارج از شرکت تو خونشم کار میکنه، فکر نکن میری خونش، اونجا محل کارشه. میدونم، ولی چیزی شده؟ چیز خاصی نه. دمت جان، میدونی رئیس این پروژه کیه دیگه، مگه نه؟ میدونم مرد خانم، اگه بد برداشتن کنین میخوام یه چیزی بهتون بگو. دفعه پیش که رفتم خونه آقای جم انگار تنها نبود. یعنی چی؟ فکر میکنم تورین خانم اونجا بود. زندگی خصوصی بقیه به ما مربوط نمیشه دمت. به نظرم تو به کار خودت برس، تو بقیهش هم دخالت نکن. باشه؟ باشه. لطفاً. بله بله تایفون، سر کارم، بعد از کار. باش میبینمت. دیدم عقل از سرم پرید، اگه نرسیده بودم خدا میدونه چی کارت میکردم. به تو چه آخه؟ یعنی چی به تو چه؟ من مادر تو هم، مادر. نمیخوام تو مادرم باشی، خسته شدم دیگه، دست از سرم بردار، بذار برو، نمیخوام دیگه کنارم باشی. آه عزرا، بارانو ندیدی؟ چند لحظه پیش رفت تو رختکن. آه مرسی عزیزم. باران چی شده عزیز دلم؟ واسه چی گریه میکنی؟ معلومه نمیگه، واسه چی بگه؟ من بارها واسه دیدنش رفتم، واسه حرف زدن باهاش هر کار از دستم برمی اومد انجام دادم، واسهش یادداشت گذاشتم به هم زنگ بزنه، خیلی منتظر شدم اما زنگ نزد. خب واسه چی باید دروغ بگه؟ اینشو دیگه من نمیدونم. ببین تا به امروز تو زندگیم فقط یه مرد بوده که دوستش داشتم، کنان اونو ازم گرفت،
زندگیمو نابود کرد. اما با این حال باز من چند دفعه رفتم پیشش. نمیفهمم، یعنی اتفاقایی که افتاده و کارایی که کردین خیلی بی سر و ته، یعنی اصلا منطقی نیست. باریش تو هنوز خیلی جوونی، پسر خیلی خوبی هستی، خیلی صاف و ساده ای. معلومه که هر کی هر چی میگه باور میکنی. کنان واسه اینکه بیاد بیرون داره از تو استفاده میکنه. همچین چیزی نیست. حالا بعدن میبینی حق با من بوده. جان آورد که این کارو بکنه. عجب حیوانیه. اونم گردنشو اینطوری خم کرده بود و به زمین نگاه میکرد. الان میخواد به اون زنم گیر بده. به کدوم زنه؟ اون زنه که تو غذا خوری کار میکنه. خاله حفیظه رو میگی؟ اون منو پیدا کرد. اون نجاتم داد. چی کار داری میکنی؟ ما بارو گمشو به کارت برس. تو دخالت نکن. جان جان چه خبره اینجا؟ تو برو گم شو. گفتم چه خبره اینجا؟ باران تو پاشو بیا اینجا. وای به حالت حفیظه. ساتور ماتور دیگه چیه؟ دختر پاشو بیا این بر. حالت خوبه؟ خوبم خاله جون، چیزی نیست. تحویل بگیر باران خانم، رفت. حالا خوشت اومد؟ دیگه اینجا نبینمتون. کار به کار کسی نداشته باشین، فهمیدی؟ به روی چشم خانم. ولی برای یه توصیه دارم، از امروز به بعد خیلی مراقب خودت باش. سر رام قرار نگیر. گم شو برو. بهت گفتم گم شو. دختره رو ول کنین. خب هیچی، کرمم خیلی عصبانی شد. مطمئنم الان براش نقشه کشیده. نه عزیزم، به این راحتی هم نیست. من میرم حرف بزنم. با کی؟ نمیدونم، با استاد جهان، با خاله ژاله، هر کی که باشه. مگه اینطوری هم میشه؟ به سر این روانی زنجیر پاره کرده. وای زینب. درست میشه عزیزم، تو رو خدا ناراحت نباش. چرم دیگه بسه. مثل رادیو شکسته هی ور نزن اونجا. من نمیفهمم مشکل تو با کیه. واسه چی؟ چرا دوباره برگشتی سر خونه اول؟ دیدی دیگه، سرمون به حال خودمون گرم شد چی شد؟ همه اهل فضیلت شدن، همه طوری رفتار میکنن انگار صاحب مدرسه‌ام. میخوان الا و بلا کرم دیوونه شه. آره بفرمین تو، دم در بده. خوبه، آفرین جان. اگه از این حال روز فلک زده بیای بیرون خیلی خوب میشه. وای وای پسر احمق. ساعت علی تو دستته؟ میبخشی، عذر میخوام. ببین اول خوب به حرفام فکر کن، بعد تصمیم بگیر. باشه بابام، از بابام برام بگو.
یه آهنگی بود. جدایی کلمه بدیه. تو خیلی جوانی این آهنگو نشنیدی. مهم نیست، بگو، میخوام بشنوم. آهنگ ما بود. با علی دوتایی گوش میکردیم. شعرش از زکی مورم بود. جدایی کلمه بدیه، حتی تشبیهش به مرگم کمه. هر کی به این ظلم دوچار بشه روزا شب میشه. مال منم همینطور شد. روزام شب شد، دنیام تاریک شد، نابود شدم. از اون روز به بعد دیگه دنیا بروم نخندید. زندگی معنیشو از دست داد واسم. سلام، میخواستم زینب یلماز رو ببینم لطفاً. چه نسبتی داری؟ از نزدیکانشم. کارت شناسایی لطفا. حتما. دیدمش، همونجاست، داره میاد. سلام. سلام، من داشتم صحبت میکردم ببینم چطوری بیام تو. خوب شد که اومدی. چیزی شده؟ آره، نگرانت شدم. واقعا؟ معلومه. چیز سرپا نمونیم، بریم یه جا بشینیم ها؟ باشه، بریم. همش نگران بودم که حالت چطور شد. گفتم به جای اینکه از خودم بپرسم بیام از تو بپرسم. سعی میکنم خوب باشم. یعنی من راستش خیلی سعی کردم با خودم کنار بیام ولی نشد. یعنی چی؟ نمیفهمم. من یه عکس از شما دارم، یه عکس سیاه و سفید، لباس دریا نوردی تنتونه. اون عکس سالها بالا سرم بود. یعنی من با اون عکس درد و دل میکردم، همین حرفامو بهش میزدم. یه چیزی مثل بابای خیالی. خب بچه بودم دیگه. پس خیلی خوب بوده. آره خوب بود. حداقل یه بابایی داشتم. گم شده بود، شایدم مرده بود، ولی حداقل بود. همش خیال بافی میکردم. اگه الان اینجا بود چی کار میکرد؟ بهم چی میگفت؟ ولی از وقتی دیدمتون دیگه نمیتونم. یعنی نمیشه. زینب، من اصلا ناراحت نشدم که اومدی. اصلا با خودم نگفتم که چرا این دختر اومد پیش من. حتی ببین، به خاطر اینکه نگران شدم اومدم اینجا. خیلی ممنون. هر وقت دلت خواست میتونی بیای پیش من، با من حرف بزن. باشه؟ قول بده دیگه. قول میده. میدونی؟ علی آدم خیلی عمیقی بود. به کوچکترین چیزا فکر میکرد، به تمام جزئیات. یعنی همینطوری یه کاری نمیکرد. بعضی وقتا با نگاش حرف میزد. بیشتر از همه اون نگاهشو دوست داشتم، آرامششو. انگار اگه دستمو دراز میکردم میتونستم قلبشو لمس کنم. ببخشید، تورم ناراحت کردم. نه نه، ناراحتم نکردی. اولین بار این چیزا رو دربارش میشنفم. میدونی باریش، بعضی وقتا فکر میکنم اگه سالها پیش وارد زندگی بابات نمیشدم شاید اون الان زنده بود. اونو دیگه نمیدونیم. میدونی باریش، تو درست شبیه بابام. نه، مامان بزرگم هم همینو میگه. بعضی وقتا میگه شبیه مامانتی، بعضی وقتا میگه شبیه باباتی. جلو تو نگاه کن بابا. تو کی هستی ها؟ فکر میکنی کی هستی؟ زینب، این احمقا به من حرف نزن. از سر رام برو کنار. نمیرم. چی میخوای تو؟ بگو بگو ببینم تو چی میخوای. تو یه بیمار روانی. به نظرم که اینطوریه، تو به درمان احتیاج داری. خوبه،
ولی خب فکر کنم اونی که با خودش حرف میزنه توی عزیزم. میخوای دوباره فکر کن ببین بیمار روانی کیه، اینجوری بهتره. با این حرفای صد من یقاس نمیتونی منو خام کنی. آره خیلی ناراحت شد. تو ناراحت شدی؟ تو که ناراحت نمیشی. تو فقط بلدی با رویای آدم ها بازی کنی، عذابشون بدی. وقتی هم به خواستت رسیدی گورتو گم میکنی میری نه؟ وای 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 وای، منو خیلی خوب شناختی. مطمئنم الان میخوای بگی که کار به کار باران نداشته باش، به اون زن نزدیک نشو، به باران دست نزن. درست میگم نه؟ ببخشید تا یادم نرفته، میخوای به استاد جهانم بگی؟ ببین من تا امروز از هیچ کس کمک نخواستم، خودم از پس کارای خودم بر اومدم، از این به بعدم همینطوره، فهمیدی؟ یعنی میگی میخوای ازم انتقام بگیری؟ من فقط میگم به باران نزدیک نشو، همینطور به اون زنی که تو غذاخوری کار میکنه، همین. والا من پسر حرف گوش کنیم. تموم شد؟ تموم شد. خوبه؟ خوبه. باز دوباره چه خبره؟ چی میخواستی باشه؟ دوباره زینب دنبال دردسر میگردی؟ ببین میخوام بهت چی نشون بدم. این تنها عکس دو نفریمونه، فقط همینه. واسه همین خیلی برام با ارزشه. چی شد؟ خیلی عجیبه. یعنی اگه مامانم زنده بود الان تنها زنی که ازش متنفر بود تو بودی، در حالی که من همه چی رو در مورد بابام از تو میشنوم. بچه که هستی همه چی واضح و روشنه، خوبا خوب، بدام که همیشه بدن. بزرگ که میشی همه چی گنگ و مبهم میشه، از گوشه کنار چیزای تازه میشنوی، از این چیزا دیگه. بزرگ میشی، تو هنوز خیلی جوونی، یه راه خیلی طولانی پیش رو داری. خدا میدونه زندگی چیا میخواد بهت یاد بده. همینطوره، بابت همه چی ممنونم. من دیگه بهتر برم، دیرم میشه. باش، خداحافظ. به سلامت. الو، اگه بی موقع زنگ زدم اصلا برام مهم نیست. مگه نگفتی چیزی اگه شد بهم زنگ بزن؟ اون پسر دوباره اومد. آره باشه، پس تو فردا بیا محل کارم، رو در رو با هم دیگه حرف میزنیم. اینطوری نمیشه. خیلی خوب باشه، میبینمت. خدافظ. خدافظ.